بسم الله الرحمن الرحیم درس پنجم درس پنجم صرف حروف اصلی و زائد الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم شاید شما بگوین که امی فی و عین و یک لام و فی و عین و دو لام در رباعی و فی و عین سی لام در خماسی ای چی فایده داره لیر ما یاد بگیریم مثلا چی فایده داره یعنی هر چیزی که آدم میخوانه فایده شمی میبینه دید. اگر فایده شد نفع باز میگی یک چیز بیهوده هست چی خب بیکار بودن که گرفتن پا را جور کردن وزن جور کردن ما میگیم نه ای را جور کردن به خاطر ازی که شما حروف اصلی را از حروف زاید بشناسید. مثلا وقتی که حروف اصلی و حروف زاید بشناسی میفهمید این کلمه اینی حرف اصلی است بنان اصل کلمه اینو چیز بدهن پس حرف های دیگه زیاد آمد که مقابل پس اینی به خاطر از آمد این آمده این به خاطر از آمده قسم اول حروف در اسم نیز دو قسم می باشه در اسم حروف دو قسم است یکی حروف اصلی است قبلا ما شما گفتیم حروف هم یعنی که در اصل کلمه موجود می باشند چه قسم بفهمی که نمی حروف در اصل کلمه هست در سلاسی در مقابل ف و عین و یک ل آمد این حرف اصلی هست فهمیده یعنی؟ مثلا ما شما گفتیم بکرون در مقابل فعلن، بی در مقابل ف کاف در مقابل عین و ری در مقابل لام آمده پس در سلاسی مجرد سلاسی که از اینی بکرن تمام حرفاش اصلی هست در ربایی مثلا در مقابل فی و عین دو لام آمده باشه او اصلی است مثل جعفرن، فعلن. و در خماسی که در مقابل فی و عین سه لام آمده باشه سه شد مثل سفر جلون فعللون پس از این فهمیدم که حروف اصلی اونمو حروفی هستن که در سلاسی در مقابل فی و عین یک لام آمده باشه در رباعی در مقابل فی و عین دو لام آمده باشه و در خماسی در مقابل فی و عین سه لام آمده باشه این حروف اصلی میگن در رسه به وزن فعله و نصر به وزن فعل و در به وزن فعل اینال اینی قسم این چی شد؟ سلاسی اینجا فعلا را زیادتر گفته مثلا در به وزن چی شد؟ در به وزن فعلا در به وزن فعله. نصره به وزن فعل بنا اینجا در دال و ری و سین یعنی حروف چی هستن؟ اصلی هستن چون در مقابل در در مقابل فی و یک لام آمده سه شده؟ مثال فعل ربای مثلا عصا عصا به وزن فعل پس اینجا اساسک هست اینی حرفایش اصلی هست چرا در عین در مقابل فی سین در مقابل عین عین دو در مقابل لام اول و سین دو سین دوم در مقابل لام دوم آمده حش رجع فعل ده رجع پس اینی مثال اسم مثلا زیدون به وزن فعلن بکرون به وزن فعلن دلون به وزن فعلن پس اینی حرفایی که در مقابل فی و عین یک هم در سلاسی آمد اینی حرفایش اصلی است مثال ربایی چی قسم؟ مثلا جعفرون خردلون حنزلون دلن کلش بوازن فعللون فی و عین دول آمدن پس اینی ها حروف اصلی هست سفرجلون فعللون و جحمرشون پس اینی حروف حروف چی شد؟ اصلی شد حروف زاید کدام میگن؟ میگه حروف زاید حروف یعنی که در اصل کلمه نباشه در اصل کلمه نیست ولی به خاطر معانی دیگر در کلمه زیاد می به خاطر معانی دیگر در کلمه زیاد می خب آلی حروف چه قسم زیاد میشن حروفی که در کلمات ترقی... حروف در کلمات عربی به دو شکل زیاد میشه و چند شکل زیاد میشه به ش... به دو شکل شکل اولش مثلا خود تکرار یک حرف اصلی به خاطر به دست آوردن یک معنای جدید مثلا یک حرف اصلی رو زیاد میکنند مثلا در رسه در اصلا ای اصلا دال ری و سین در به وزن فعلا اینا اینجا چی کردن؟ یک حرفی از حرفای خود رو زیاد کردن امیر ری را چی کردن؟ زیاد کردن یک ری دیگر ایره شد دادن پس این شد در رسه. چند حرف شد؟ چهار تا شد پس اینجا در رسه به وزن چی شد؟ فعلا این فی و عین و یک هم حروف اصلی شد این یک دانه عین که اینجا زیاد شد که اینجا در وزن زیاد شد پس این ری که در, در رس آمده این ری دومی چی است؟ زاید است این چرا این گرفتی در رسه را در رسه ساختی؟ میگه به خاطر ازی که وقتی که میگیم در رسه خودش درس خوان وقتی که ریش شد داری میگی در رسه تدریس کرد دیگر درس پس مثلا اگر ما میگیم در از عبدالله عبدالله درس خان حالا میشه که شاگرد است عبدالله اگه میگی در رس عبدالله عبدالله اینجا استاد شد یعنی دیگر را درس داد این از این زیادی از این حرف در اینجا مانا چقدر تغییر کرد مثلا علیمه به مانا این بود که علیمه به وزن فعیله یعنی علیم تو درس، من درس فهمیدم اما اگر میگیم که علمتو تو به این معنا که ما دیگر تعلیم دادم پس علم داشتن خود انسان با تعلیم کردن دیگرها چی میشه؟ فرق میکنه فهمیده یعنی؟ پس اینجا فهمیدیم یعنی که بعضی اوقات عین کلمه یعنی حرف دوم چی میشه؟ زیاد میشه شب میشه دوتا میشه چرا؟ به خاطری ای که معنای چی شده؟ معنای دیگری حاصل بکنیم مثلا مثلا اگر بگیم کرومه کرومه علیون علی بسیار خوب آدم است اما اگر بگیم کرمه علیون باز میگه به این که تکریم کرد علی یک از دیگر احترام مثلا احترام عزت شکرم پس اینال اینجا شکل اول تکرار یک حرف اصلی حرف اصلی رو تکرار میکنی دو تا میسازیش متوجه هستی؟ تکرارش میکنیم مثلا غیر ما شما در ریر تکرار کردیم در بود چی ساخته میشه در رسه علم بود علمه ساختیم کرم بود کرمه ساختیم پس از اینجا معلوم شد که اینجا چه یعنی یک شک بشینی قسمه یعنی چه قسم حروف زاید میشه شما به این شکل اولشی است که یک حرف در خود کلمه تکرار میشه مشدد میشه این باز مضاعف میگه یعنی ضعف یعنی دو چند میشه مثلا ری یک چند بود مضاعف ساختیش دو چند ساختیش شکل دو میشه قسمت میگه شکل دو میشه است که زیاد نمودن یکی از حروف سالتومونی ها از این حروف در زیاد میکنی مثلا کرومه بود تو گرفتی چی ساختی اکرمه ساختی حالا وزنش حالی خود سلاسی بود اینجا همزد اولش زیاد شد اکرمه با وزن چی شد؟ افعلا. اینا رو اینجا که این حروف که در مقابل ف و عین و یک لام اومده این حروف اصلی هست حرف زاید کدام یکی است اینی همزه در اول زیاد شده اخرجه اصلش خرجه بود پس وقتی که همزه رو در اول زیاد کردی اخرجه شد افعل وزنش چی شد افعل شد حروف اصلی کدام یکی است اونی که در مقابل ف و عین و یک لام واقع شده حروف اصلی است اینی همزه که در اول زیاد شده اینی حرف زاید است قروبه اقربه فهمید یعنی با خودش نزدیک شد اقربه نزدیکش قریب قریب نمود یک چیز دیگه قریب ساخت مثلا یک نفر خودش نزدیک میشه یک نفر دیگه او را نزدیک میزده مثلا خرجم خوله خیست مثلا برامد از اتاق ما میگیم خرجت خوله، خوله خول خول خودش خواه شد اگر ساس خوش خوش, خوش دستش بگیره ببرید اینجا بیرون پرتش بگیره برای باز ما میگیم اخرج اخرج الاستاد و خولا بیرون کشید استاد قبل یک وقت یک سنت من درس نمیام شاگرد من فرق بین خرجه و اخراجه نیست والا میگه فساد نفهمیدم گفتم نفهمیدی نه گفتم خب آستا کرده برای حسن خودش از این سن آستا کرده برای گفتم اینه خرجه عبدالله پس که اومد گفتم پس, پس که پس که اومد از این دستش گرفتم من تو خودم از این دم دوله گفتم اخراج تو عبدالله ما خارج کردم اخراجش کردم فهمیدی یعنی پس اینال اینجا وقتی که خرجه و اخراج رو یعنی خارج خودش خارج میشه اخرجه و دیگه اوس خارج میکنه فهمیدین یعنی الله خیر